جزئیات تازه ای از توطئه جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن دونالد ترامپ، جو بایدن و دیگر مقامات ارشد ایالات متحده. چاک گراسلی، سناتور جمهوری‌خواه، اطلاعاتی که اف بی آی درباره توطئه جمهوری اسلامی برای کشتن ترامپ و دیگر مقام‌های آمریکایی به دست آورده را منتشر کرده. بر اساس این اطلاعات، آصف مرچنت، شهروند پاکستانی که چند پیش در آمریکا بازداشت شد، درباره طرح‌های تروریستی جمهوری اسلامی توضیح داده. نقشه‌هایی که برای اونچه انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی عنوان شده. اف بی آی آصف مرچنت رو یک روز پیش از تیراندازی به ترامپ در پنسیلوانیا بازداشت کرده بود. بریم مجدداً مقابل کاخ سفید با همکارم سمیرا قرایی همراه بشیم. سمیرا، چه جزئیات بیشتری میتونی به من و بینندگان بدی؟ رضا، روز گذشته سناتور چاک گراسلی این مجموعه اسناد اف بی آی رو منتشر کرد که به دستش رسیده، اختصاصی این سناتور هست و خب یک نامه‌ای رو هم که خودش به مقام‌های مسئول و اف بی آی نوشته، اون رو هم در انتهای مطلبی که در شبکه اجتماعی ایکس یا توییتر سابق منتشر کرده بود آورد. بر اساس اون چیزی که این اسناد اف بی آی به ما نشون میده، جمهوری اسلامی به دنبال قتل و کشتن سیاستمداران ایالات متحده، نظامیان ایالات متحده و بروکرات ها بوده. سه نامی که ذکر شده بر اساس اون چیزی که سناتور گراسلی میگه، آقای بایدن هست، آقای ترامپ هست و خانم نیکی هیلی هم که قرار بود امسال در این انتخابات نامزد ریاست جمهوری بشه، از سمت جمهوری خواهان در این نام، این در بین این نام ها اسمش به چشم میخوره. نکته ای که وجود داره، این اطلاعاتی که به دست آمده همگی از مصاحبه ها و صحبت هایی است که اف بی آی انجام داده با آصف مرچنت. چند ماه پیش اعلام شد که یک شهروند پاکستانی رو اف بی آی در رابطه با تئوری قتل دونالد ترامپ دستگیر کرده. صحبت‌هایی که انجام شده، متن این صحبت‌ها و این گفتگوهایی که اف بی آی با این آقای مرچنت داشته رو الان ما در اختیار داریم و بر اساس اون چیزی که اون میگه، در نیویورک در ابتدای سال جاری آقای مرچنت رفته چند نفر رو پیدا کرده که فکر می‌کرده اینها ماموران عملیاتی خوبی میتونن باشن برای قتل دونالد ترامپ. نگو این افراد نه تنها که مأمور مطلوب او نبودند، بلکه مأموران مخفی اف بی آی بودند. 5000 دلار هم این آصف مرچنت به اینها پول داده. خود مرچنت دستوراتش رو از فردی به نام مهرداد یوسف میگرفته که این مهرداد یوسف در تهران ساکن بوده، به شکل تماس تصویری اینها با هم صحبت میکردن. لو رفتن کل این قضیه مرچنت هم به این خاطره که مأمورانی که باشون در تماس بوده، اینها مأموران اف بی آی بودند. مهرداد یوسف در خانه خودش روی یک تخته سفید برای این آقای مرچنت تصویری کشیده از اینکه چطور ترامپ رو به قتل برسونند، که بسیار شبیه آن اتفاقی است که علیه آقای ترامپ رضا اتفاق افتاد. با این همه هیچ ارتباط معناداری هنوز بین اینها پیدا نشده. سمیرا قرایی همکارم در مقابل کاخ سفید و در اولین برنامه ویژه آمریکا 2024، مرسی سمیرا از تو.